دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یک سوالی که همیشه مطرح هستش اینه که سرمایه گذاری در بانک بهتر است یا در بورس؟ خب قبلا ما تو این قضیه صحبتهایی رو انجام دادیم و از هم خدمتون ویدیوهایی ساختیم. نتیجه گیری این بوده که طی 10-20 سال گذشته در ایران بازدهی بورس از بازارهای سرمایه دیگر مثل بازار طلا، ملک خیلی بیشتر بوده و بانک اصلا هیچی دیگه، اصلا یکی از کم بازدهترین سرمایه گذاری در بانک هستش، به خاطر اینکه سود بانکی که میدن درسته که همیشه داده میشه و حد ضرر یا منفی داخلش نیست و همیشه سود میدن، ولی هیچ وقت جوابگوی تورم در کشور ما نیست. با این وجود الان توی این جدول میتونیم که این قضیه رو دقیقا توی این اشکال مشخص هست. این الان بازدهی بانک و بورس بین سالهای 90 تا 94 بود من پیدا کردم. همینا، یعنی در ادامه هم میتونه به همین صورت باشه. اگه نگاه بکنید سال 90 خب بازدهی بانک بیشتر بود و بورس حرکتی نداشت، ولی در عوض ببینید سال 91 بورس چگونه اون خلأ سال 90 رو میاد و جبران میکنه. در ادامه سال 92 هم ببینید به همین صورت جبران میکنه. سال 93 ببینید اینجا بازدهی بورس منفی میشه و سال 94 هم تقریبا همتراز با بانک هستش سرمایه گذاری در بورس. ولی اگر که یک نفر مجموع اینها، یعنی آبیا رو با هم دیگه جمع بکنه، یعنی 5 تا آبی رو بذاره رو هم دیگه، مثلا میان تا اینجا، ولی اگر این 5 تا نارنجی رو بذاره رو هم، یعنی در واقع این 4 تا رو، این که هیچی، صفر تقریبا، این ستاره بذاره روی هم و بعد این هم ازشون کم کنه، در مثل این میشه که این دوتا از هم کم میشه، این هم که صفر این دوتا رو بذاره روی هم، باز هم تقریبا دو برابر و نیم بانک. و اگه سود مرکبش رو هم توی اون سالها، یعنی سالهای 90 تا 94 ما اصلا از الان هم صحبت نمی کنیم، ما که اوضاع بورس این دو سه ساله خب خیلی خوب شده، خیلی بازار بهتری بوده. حالا من کاری ندارم از خرداد تیر یا مثلا مرداد تا الان که وضعیت این گونه بوده برای کسایی که من سرمایه گذاری کردن، ولی کسانی که پارسال این موقع اومدن تا الانم توی بورس موندن به راحتی سرمایه‌شون دو برابر سه برابر میتونه شده باشه. با بازدهی سود مرکب هم اگه در نظر بگیریم میبینیم که توی این جدول آورده بازدهی بانک ها ببینید در برابر بازدهی بورس. قطعا شما که دارید اینجا این ویدیو رو میبینید افرادی هستید که قبلا هم پیگیر این مسائل بودید و به این نتایج رسیدید، ولی الان یکی از رقبایی که برای بورس پیدا شده به قولی بانکه. علتش هم همین مشکل 7-8 ماهی هستش که در بورس به وجود اومد و خب یه مقداری آدمایی که توی بورس وارد شدند بالاخره آدمهای تازه وارد، تازه کار بودن، بدون آموزش اومده بودن و یه ذهنیت دیگه ای راجع بورس داشتند و الان یه اتفاقای دیگه برشون افتاده و هیچ وقت نمیان اینگونه برآورد بکنن که ببین مثلا توی 3-4-5 سال، این الان 5 ساله، توی این 5 سال بازدهی بورس چگونه بوده. اونا فقط میان همینو میبینن، میگن ای توی این یکی ببین بانک چقدر خوب بوده، بورس منفی هم بوده، یا توی این یکی ببین بانک چقدر خوب بوده. اینا رو اصلا مثل این که بهش دقت نمیکنن. در هر حال امیدوارم به این مسائل ریزکاری ها حتما توی کارتون دقت بکنید، به خاطر اینکه بورس در بلند مدت بهترین بازار سرمایه در ایران بوده، از همه بازارها بهتر بوده. حالا به 6 ماه اخیر بورس و 6 ماه اخیر ارزهای دیجیتال کار ندارم، چون ارزهای دیجیتال یک بازار تازه واردی هستش و هنوز به عنوان یک بازار سرمایه گذاری محکم، اونم در اقتصاد کشور ما، حتی در اقتصاد بقیه کشورها مطرح نیست. یک بازاری هستش که خب چند سالیه به وجود اومده و
عرض کنم خدمتتون هنوز هم منتقدان زیادی داره. درسته که تو این چند سال که به وجود اومده رشد خیلی خوبی داشته و ما الان به عنوان یک بازار سرمایه گذاری اون رو پذیرفتیم و همیشه هم توصیه میکنیم که بالاخره یه مقداری هم در اون بازار سرمایه گذاری بکنید، ولی هنوز نمیتونیم یک راندمان مثلا 20 ساله از یک به عنوان یک بازاری که 20 سال داره فعالیت گسترده میکنه ازش یاد کنیم، ولی از ملک میتونیم، از طلا میتونیم، از بازار سرمایه میتونیم و از سپرده‌گذاری در بانک میتونیم. تو به این 4 تا بازار بورس همیشه بهتر بوده. خب حالا یه صحبت‌هایی هم یکی از مسئولین یکی از این صندوق‌های به اصطلاح بازارگردان هدف هستش، مثل اینکه در ارتباط بانک‌ها داشتن که خب حالا پیشنهاداتی اینجا مطرح میشه و خیلی خوبه که اینو پیشنهادها هم مطرح بشه، ولی من فکر میکنم قبل از اینکه یه همچین پیشنهاداتی مطرح بشه بهتره که یه همچین اطلاع رسانی هایی هم بشه و این مقایسه ها خیلی بهتر از اینه که این پیشنهادها بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا کسی که داره سرمایه گذاری میکنه هوشیار بشه که خب سرمایه گذاری در بورس در یک پریود زمانی 3-4-5 ساله خیلی خیلی بهتر از بانکه. این اولا این را متوجه این موضوع بشه. البته ایشون بیشتر در ارتباط با بحث سودهای کوتاه مدته که حالا مثلا سود کوتاه مدت ها به جایی مثلا 1 ماه بکنن 3 ماه، یه ترفندهای اینجوری، ببینیم چقدر این میتونه تاثیرگذار بشه بر بازار سرمایه. به نظر من آگاه سازی این شکلی تاثیرش خیلی بیشتره. البته اگه هر دوش باشه خب میتونه تاثیرگذارتر باشه، ولی خب از یه جهت هم زوری هم نیست، یعنی کسی هم که نمیخواد وارد بازار بورس بشه و ترجیح میده، بالاخره شاید این اتفاقاتی که مثلا بازدهی که سال 93 یا 90 بوده به برخی از افراد استرس وارد کنه، میگه من این استرس رو نمیخوام. تحمل بعضی ها دوستان کمه، بعضی ها خیلی کم طاقتند و اصلا به درد بازار سرمایه بورس نمیخوره که بیاد توی بازار و بخواد اینقدر خودش رو اذیت بکنه. خوبه هم بره بذاره تو همون بانک. در هر حال این ویدیو هم ویدیوی بدی نیست، صحبت های این آقا رو هم میشنویم. خیلی ممنون میشم که نظرات خودتون راجع این ویدیو رو بگید و ببینیم که به نظر شما این اتفاق چجوری میتونه رقم بخوره و آیا قبول دارید ما داریم با اعداد و ارقام خدمت شما عرض کنیم که بورس بهترین بازار سرمایه در 10-20 سال اخیر بوده یا نه. این را هم لطف کنید بگید حتما، به خاطر اینکه من میدونم افرادی که جدید اومدن مخصوصا از مثلا تیر و مرداد تا الان در ضررند، الان میان و خب خیلی صحبت های تندی میکنن که بورس اینجوری بوده اونجوری بوده. لطف کنن همه نظر بدن، یعنی اون کسایی هم که 5 سال 10 سال تو بازار سرمایه هستن نظر بدن، اونایی هم که چند ماه اومدن نظر بدن، اونایی که کم طاقت ترند هم نظر بدن. ما میخوایم از به اصطلاح تجمیع این نظرات به این نتیجه برسیم که واقعا سرمایه گذاری خودمون رو به کدوم سمت ببریم. هیچ به اصطلاح اینجا هیچ نوع زوری هم نیست، هیچ نوع فشاری هم نیست، هر کسی تصمیم خودش بگیره در نهایت، یعنی نظرات رو ببینه، ویدیوها رو ببینه، آمار ارقام رو ببینه، اتفاقات رو ببینه، قانون رو ببینه، همه چیز رو ببینه و در نهایت خودش با میل خودش تصمیم گیری بکنه. هیچ وقت هم هیچ کسی زور نکنید و نخواهید نظرتون رو مثلا تحمیل کنید که بگید نظر ما حتما قطعی و درست. و این مدارایی که الان میبینید من 90 تا 94 در نظر گرفتم به خاطر اینکه توی این سالها این رشد بورس خیلی کمتر بوده و یه همچین حالتهایی داشتیم. از 95 به این طرف اگه بخوایم در نظر بگیریم، یعنی الان مخصوصا حالا سالهای 97 تا 98 این دو سال بخوایم در نظر بگیریم که یه هایی اینا رو با هم جمع بکنیم که اون بورس چند برابر بانکه، قطعا اینجا که خودش چند برابر هست، مثلا این 2-3 برابر این سودش بیشتر خواهد شد. ممنونم از توجه شما، با هم میشنویم صحبت های این آقای به اصطلاح سرگردانی هدف. تو راهکار وجود داشت اگر اینا میخواستن این تصمیم رو بگیرن، درسته؟ ببینید آقای همتی عضو شورای بورس دیگه، راهکار مهمترین راهکارش این بود که
آقای همتی بیاد اعلام کنه، درسته؟ مثل سال 97 که اومد اعلام کرد سودای بانکی رو ماه شمار کرد، الان اعلام میکرد سود بانکی سه ماه شمار. پول که از سیستم بانکی خارج نمیشه. ببینید نقدینگی، ما باید اینو مسئولین ما و متولیان متوجه باشن که نقدینگی از سیستم بانکی، میگم تأکید میکنم، از سیستم بانکی خارج نمیشه. ممکنه از یه بانک بره توی بانک دیگه، ولی از سیستم بانکی خارج نمیشه. یعنی اگر تو بازار بین بانکی اینا بیان با هم دیگه یه توافقی کنن که آقای بانک فرزن اقتصاد نوین، مثلا بانک مالی بگه آقا امروز هر چی پول از تو اومد تو بانک من تو بازار شبانه بانک ملی من برمیگردونم به شما با یه نرخ مناسبتر، درسته؟ پس شما میبینی نقدینگی خارج نمیشه از بازار سرمایه، نقدینگی از بانک خارج نمیشه. یعنی اینا میتونستن با سه ماه شمار کردن نرخ سود سپرده بانکی، درسته، تشویق کنن مردم رو با این که پول از بانک خارج نمیشه. ببینید این دختر، ما میگیم آقا شما میگی پول از بانک خارج میشه، ما میگیم پول از سیستم بانکی خارج نمیشه، ولی چه تغییری اتفاق میافتاد؟ شمایی که سپرده داری تو بانک، سپرده تو کنسل میکردی، تبدیل به سپرده جاری میکردی، پولشو میآوردی تو بازار سرمایه، اوراق میخریدی، اوراقی که دولت داره میفروشه، درسته؟ و تقاضا برای اوراق زیاد میشد، نرخ مؤثر میومد پایین، هم هزینه بانک ها کاهش پیدا میکرد، هم رقابت ناسالمی که بانک ها با هم دیگه در قالب بازار با هم دارن کاهش پیدا میکرد، هم نرخ خلق نقدینگی کاهش پیدا میکرد، هم نقدینگی از نقدینگی بدون اینکه ضربه بزنه به نقدینگی سیستم بانکی وارد بازار سرمایه میشد در قالب اوراق بدهی. اوراق بدهی نرخ مؤثرش میومد پایین. خب وقتی اوراق بدهی نرخ مؤثرش نرخ سود بانکی بیاد رو 18% 17%، بازار سرمایه رشد میکنه. پس اولین اقدامی که میتونستن، اگر اقدام صحیح میخواستن انجام بدن، این کار میتونستن بکنن. دومین اقدامی که میتونه سازمان بورس بکنه، آقا حد و نصاب سرمایه گذاری در صندوقهای با درآمد ثابت در سپرده بانکی رو به زیر 10% کاهش میداد. چرا این کار نکرد؟ اعلام میکرد که صندوقهای سرمایه گذاری نمیتوانند بیشتر از 10% منابعشون رو در سپرده بانکی سرمایه گذاری کنند. اون موقع بانک صندوق مجبور بود، مجبور نبودید شما بیای صندوق با درآمد ثابت که اصول و رویه کاریش اینه که باید در اوراق ثابت سرمایه گذاری کنه، مشکوک نبودی اونو مجبورش کنی بیاد سهام بخره که ضربه بزنه به بازار. اون موقع این صندوق سرمایه گذاری منابعشو بدون اینکه ضربه بزنه به منابع سیستم بانکی، منابعشو از سپرده بلند مدت بانکی در می آورد، می آورد اون صندوق تبدیل به چی می کرد؟ اوراق می کرد. تقاضا برای اوراق افزایش پیدا می کرد، نرخ مؤثر کاهش پیدا می کرد، خود به خود بازار سرمایه تقویت می شد.